نام خدا، سلام به خبرهای این ساعت از کابل نیوز با من امید دولت‌زئی. خوش آمدید. مشروع خبرها. هفته روند کاهش خشونت‌ها بر اساس توافق طالبان و آمریکا آغاز شده است. بر اساس توافق میان آمریکا و طالبان، روند کاهش خشونت‌ها از دیشب به این سو در تمام افغانستان آغاز شده و اکنون در حال تطبیق است. طالبان و حکومت افغانستان روز جمعه اعلام کردند که خشونت‌ها را برای یک هفته کاهش می‌دهند و در این مدت هر دو طرف بر یکدیگر حمله نمی‌کنند. هرچند از درگیری‌ها در برخی از ولایات خبر داده شده است، اما طالبان می‌گویند که این آتش بس عمومی نیست و در توافق کاهش خشونت‌ها شامل نمی‌باشد. مردم عام نیز از کاهش خشونت‌ها میان طرف‌های دخیل خرسندند و مردم در برخی از ولایت‌ها جشن نیز برگزار کردند. بر اساس توافق طالبان و آمریکا، هفته کاهش خشونت‌ها به سطح تمام ولایات کشور آغاز شده است. این روند بر اساس توافق طالبان و آمریکا به سطح افغانستان در حال تطبیق است و تا اکنون گزارش‌های انفجارات و حوادث بزرگ داده نشده است. مقام‌های پیشین طالبان می‌گویند جنگجویان طالب امر سران خود را نقض نخواهند کرد. ما مطمئن هستم که طالبان متعهد هستند و هیچ عملی را مرتکب نخواهد شد که بر ضد تعهداتشان باشه. یک قوه باشه که اونا را نظارت بکنه، ولی این مشکلات ها داره. امیدوار بایستیم که تا یعنی هفت روز جایی که عملیات صورت گرفته هر دو طرف باید امور یک پرسوفال بکنه و نتایجشان به مردم شریک بکنه. در حالی که گزارش‌ها از انجام یک سلسله حملات از سوی طالبان در ولایت بلخ، اروزگان و پکتیا داده شده و این کار نقض اصول کاهش خشونت‌ها تلقین می‌شود، اما سخنگوی طالبان در صفحه توییترش نوشته است که آنان آتش بس عمومی را برقرار نکردند و به توافق عملی کردن کاهش خشونت‌ها متحدند. از دیر مطمئنم چی یو پسولی از و بندی یو خدا دیچ به طالبانی که اطاعت ترانده زیاد ستا دا به مراد سی او دو هم افغانان چی دی آغا نور ستری دیو هم اولس آغا هم دا دی طرف داره دی چی خام خا افغانستان که آغا میراسی دا آغا می طرف داره دی طالبان بم دا دی مراد کوی و حکومت بم دا دی مراد کوی خارجان که پردی دی و البته آغا با پخپل لحاظ بانی پخپل مجبوریت پل لحاظ بانی چه آغا مجبور دی پا پینزوش پر رو جبهو که جنگی جوی آغا هم دا دی مراد لری چین افغانستان سخه پریز پکی که ووزی نوزه پی اوزه مطمئنم تا دیر اندازی پوری چی داو انشاءالله تروس پوری عملی سوی دی نور با معملی سی. با این همه علاوه بر کابل در ولایات مختلف افغانستان از روند کاهش خشونت‌ها با تنهای ملی استقبال صورت گرفته و هموطنان ابراز امیدواری نمودند که این روند باید با آتش بس مبدل شود. پوشندگان کابل، ننگرهار و برخی ولایت دیگر نیز هفته کاهش خشونت‌ها را به فال نیک گرفته و با رقص و پایکوبی از این کار استقبال کردند. هموطنان به کاهش خشونت‌ها خوشبینند و این کار را پایان بحران جاری می‌خوانند. در خشونت در کمال پر برک چکم هدایت منتر پاس نرغلی دی منتر آقا طول تدبیخ کلی دی در مقامات پر هدایتونو پاس هست بانی تر شپی تر دولس بجونه تر دقا دما پوری حیث کم نوه در دشمن دخوانه کم اجرات پر منگ نیدی شوی همچنان زمان دخوانه پر آقای بانیم کم اجرات نیدی شوی ولی دیسی منتر هدایت راکل شوی دی کشتر آقای دخوانه کم ساحه که منگ بان اجرات وشی منگ تمام چمتوائی لرو در آقای پران دی بانی برتا مقابل جواب برکلو. ده سه دا چهار دهه که خشونت شد، جنگ شد، بدبخت شد، مردم بیچاره شد، زن فرزند مردم اتیم بیچاره شد و از هیچ کس خاطره خوش نداره. ما از این راضی هستیم، ما از این استقبال میکنیم که امی ادامه پیدا کنه، نه تنها این افروز که می افروز نباشه که بسالای سال باشه که قرن یک شکارچی یک تق فیر کرد نتانه که یک ایوان بزنه. ما از جامعه جهانی و از تمامی سران کشور و از هر گروه هایی که می باشه خواهشی را داریم که دیگه خشونت بس است. فقط صلح اما امید ملت افغانستان فقط صلح است. سیاسیون افغان و همچنان جهانیان نیز از آغاز روند کاهش خشونت ها در داخل کشور استقبال کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، سفارت آمریکا در کابل، ملل متحد،
ناتو، پاکستان و برخی شخصیت ها و نهادهای دیگر از روند کاهش خشونت ها استقبال کردند. کاهش خشونت ها که یک هفته دوام می کند، پس از به پایان رسیدن آن این روند ارزیابی شده و سپس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا خواهد شد. همزمان با آغاز هفته کاهش خشونت ها تمام عملیات نظامی خلاف طالبان صفر شده است. سکات میلر، قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، میگوید که روند کاهش خشونت یک هفته یک روند امتحانی و مشروط است که در این مدت نیروهای خارجی و افغان در وضعیت دفاعی قرار دارند. در این حال سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که عملیات خلاف طالبان را به امر رئیس جمهور غنی توقف داده و در ساعت‌های گذشته کدام تخطی جدی صورت نگرفته است. در این حال وزارت امور داخله میگوید که از روند کاهش خشونت ها در این هفته به گونه جدی نظارت می کند. آغاز هفته کاهش خشونت ها و توقف تمام عملیات خلاف طالبان. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو که یک جا با سرپرستان وزارت دفاع ملی و امور داخله به خبرنگاران سخنرانی می‌کردند میگویند بر تعهد خود ایستادند. عملیات نیروهای افغان و خارجی متوقف شده و اصول کاهش خشونت‌ها را مراعات نمودند. سکات میلر میگوید این مرحله یک روند امتحانی و مشروط است و طرف‌های داخل باید تعهدات خود را برای رسیدن به صلح عملی کنند. واضح است که کاهش خشونت ها یک تلاش مشروط است. امیدواریم که همه طرف ها تعهداتشان را در عمل ثابت کنند. من از طرف ماموریت حمایت قاطع اطمینان می دهم که به تعهدات خود پابند می مانیم و انتظار ما از طرف های داخل چنین است که تعهدات خود را عملی کنند. در این حال سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید تمام عملیات تهاجمی را خلاف طالبان بعد دستور رئیس جمهور متوقف کرده و نیروهای امنیتی در حالت دفاعی قرار دارند. و میگوید از آغاز مرحله کاهش خشونت ها تا اکنون کدام حادثه جدی امنیتی رخ نداده است. جناب رئیس جمهور با امر سر تماما تعرضی عملیات در اول سوی دی افغان ځواکونه دفاعی حالت کې دي. در این حال سرپرست وزارت امور داخله میگوید از مدت کاهش خشونت ها به جدیت نظارت می شود و هر کسی که تخطی کند رسیدگی جدی به آن می شود. در جریان مدت کاهش خشونت ها در بخش نظارت همکاری های مشترک موجود است. در هفته کاهش خشونت ها از وضعیت نظارت کامل صورت می گیرد تا هر گونه تخطی شناسایی شود که از سوی چه گروهی صورت گرفته است تا به آن رسیدگی شود. مقام های نظامی افغان و امریکایی می گویند عملیات خلاف داعش و گروه های توریستی دیگر مانند گذشته ادامه دارد. بر اساس اعلامیه های وزارت امور خارجه آمریکا و طالبان، پس از پایان هفته کاهش خشونت ها به تاریخ 29 فوریه توافقنامه صلح میان هر دو طرف امضا خواهد شد. تکت انتخاباتی از ثبات و همگرایی والیان جدید را برای ولایت های پنجشیر و سرپل تعیین کرده است. اعضای این تکت میگویند که بر تشکیلات حکومت همشمول کار جریان دارد و پس از مراسم تحلیف عبدالله عبدالله تشکیلات حکومت رسما اعلام می شود. اما دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بر تعیین والی ها ابراز نگرانی کرده و میگوید در حالی که هفته کاهش خشونت ها برای صلح جریان دارد، این گونه اقدامات تلاش های صلح را با خطر روبرو می کند. از سوی هم امرالله صالح معاون اول تیم دولت ساز میگوید که عبدالله عبدالله انتخابات ریاست جمهوری را باخته و بهتر خواهد بود به عوض مخالفت روحیه همکاری را اختیار کند. پس از اعلام هشدار حکومت همشمول از سوی تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، این تکت انتخاباتی روز شنبه والیان جدید را برای دوره تعیین کرد. تکت انتخاباتی ثبات و همگرای محمد انور رحمانی را به حیث والی سرپل تعیین کرد و والی پنجشیر با حمایت از تکت انتخاباتی عبدالله عبدالله به حیث والی این ولایت در سمتش باقی ماند. اعضای تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی میگویند این نخستین اقدام است که به هدف اعلام حکومت همشمول صورت میگیرد. آغاز کار است
ولی پایان کار نیست. در صورتی که اشرف غنی بالاستادت برای تحمیل حکومت برآمده تقربش ادامه میده، گزینه های بیشتری روی میز است. حتی اشرف غنی خیالش را نکرده باشد. تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید عبدالله عبدالله نیز به زودی مراسم تحلیف را انجام خواهد داد و پس از آن در رابطه به حکومت همشمول فیصله خواهد کرد. تصوری که د والیانو تقرر شروع شده نور عملی اقدامات هم کی د حکومت د جوړیدو د پاره د تحلیف لمراسمونه نیولې هر هغه څه چې مهم وی او ارکیاوی هغه کی د صرف الوالی معرفي شو او دیر جرد دیوش میر نور ولایت نوالیان هم معرفی کی گفت دلالی به دوام دادی. از سوی دیگر معاون اول تکت انتخاباتی دولت ساز میگوید عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری ناکام شده و بهترین خواهد بود که بجای مخالفت روحیه همکاری را برگزیند. ما نه حس انتقام جویی داریم، نه حس حسد داریم، نه حس تکبر داریم، نه خدای نخواسته شمشیر کشیدیم. انتخابات است، باختن. دیگه برادر ما بودن، خواهر ما بودن، باختن. باید ما فرهنگ پذیرش باختن که یک شجاعت توأم با دیانت در اون نفته است به این مملکت نهادی نبسن. اما دفتر ملل متحد در افغانستان یا یوناما بر تعیینات والیان جدید ابراز نگرانی نموده و گفته است در حالی که هفته کاهش خشونت‌ها برای رسیدن به صلح ادامه دارد، این گونه اقدامات تلاش‌های صلح را با خطر مواجه می‌سازد. در حالی که برای کاهش خشونت‌ها تلاش‌های ادامه دارد، امید است که این تلاش‌ها زمینه را برای مذاکرات بین‌الافغانی فراهم کند. استفاده از اعمال زور و عملکردهای غیرقانونی می‌تواند امیدهای مردم برای رسیدن به صلح را با نگرانی‌ها مواجه کند. در عین حال اداره ارگان‌های محل می‌گوید ایجاد تشنج در ولایات برای آنان قابل قبول نیست و هر آن کسی که این گونه اقدام می‌کند با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. اعتراضونه او مدنی حرکتونه د هر افغان حق د سیغوی خپل غوښتنې مطرح کې خپل حق وغواړي، خو هیڅوک حق نه لري سیا من نظم ګډوډ کې یا ملي شتمنۍ لګو اکثر مخ کې کچیر څوک دغه کوم اقدام کوي دغه کسان پیژندل کیږي او د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا به حساب ورسره کیږي. نن ټول کې تقریبا په ټول هیواد کې د موږ ولایتي ادارې فعال دي، والیان او ولایتي چارواکي مو د حکومت ولې په چارو باندې بوخت دي. یوازې په سرپل کې وستونزه پیښه سوې وله چې هلته هم لومړی اعتراض و مدني حرکت و، خو وروسته خلکو په خپل سر د یو والی او دغه د معاون د معرفي کولو خبره راپورته. ارګر ریاست جمهوری تا اکنون در رابطه با تعینات والیان جدید از سوی رئیس اجرایی واکنش نشان نداده است، اما گفته می شود که رئیس جمهور غنی می خواهد قبل از امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان مراسم حلف وفاداری را بجا کند و کابینه حکومت خود را اعلام نماید. یوناما میگوید که سال پار به 10,000 فرد ملکی در افغانستان تلفات وارد شده است. یوناما در گزارش تازه خود گفته است که طرفهای دخیل در سال 2019 میلادی با بیشتر افراد ملکی تلفات وارد کردند که تعداد کشته‌شدگان در این سال به 3,403 تن و تعداد زخمی ها به 6,989 تن میرسد. یوناما میگوید که 21% تلفات ملکی در نتیجه حملات طالبان در سال 2019 میلادی افزایش یافته و از سوی نیروهای خارجی 18% افزایش یافته است و این ششمین سال است که تعداد تلفات ملکی از 10,000 در سال بیشتر می شود. سازمان حقوق بشر افغانستان تعداد تلفات ملکی از سال 2019 میلادی را از این ارقام بیشتر می خواند و میگوید که طرفهای دخیل اصول جنگ را مراعات نکردند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما گزارش خود را در رابطه با تلفات افراد ملکی در یک سال گذشته در افغانستان منتشر کرد.
در گزارش یونما آمده است که طرفهای داخل در سال 2019 میلادی به بیش از 10,000 افراد ملکی تلفات وارد کرده و این ششمین سال است که تلفات افراد ملکی از 10,000 تن افزایش می‌یابد. بر اساس ارقام یونما در سال 2019 میلادی 3,403 فرد ملکی کشته شدند، 6,989 فرد ملکی زخمی شدند. در حملات طالبان 21% افزایش آمده است و در حملات هوایی نیروهای خارجی 18% افزایش آمده است. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل یا یونما برای افغانستان میگوید هیچ فرد ملکی از آسیب خشونت‌های جاری در افغانستان مصون نمانده است و فرصت کنونی صلح باید ضایع نشود. از آنجایی که روند صلح زمانگیر است و تلاش‌های صلح جریان دارد، زندگی غیر نظامیان باید محافظت گردد و برای همه طرف‌های درگیر ضروری است تا از این فرصت برای توقف جنگ استفاده نمایند. ارقامی که در گزارش تازه شامل شده و مشترکاً نسوی دفتر یونما و سازمان حقوق بشر ملل متحد منتشر شده است، در مقایسه با سال گذشته 5% کاهش را نشان می‌دهد. اما علت آن این است که تلفات افراد ملکی از سوی داعش در سال گذشته کم شده است. سازمان حقوق بشر افغانستان نیز سال 2019 میلادی را مرگبارترین سال می‌خواند. گراف تلفات افراد ملکی در این سال بیشتر از آن است که یونما اعلام نموده است. د نورو کلونو په پرتله باندې دا کال د ملکی خلکو دپاره یو خونړی کال و او څه د پاسه 10,000 کسان د ملګرو ملتونو د راپور په اساس باندې ملکی خلک په دې کې ټاپیان او شهیدان شوي دي. خو دغه شمیره ارقام چې د موږ تاییدوو دغه ارقام هغه ارقام نه دي چې هغه ټول پکې رانغښتي، بلکې د ملکي تلفاتو کچه تر دې څو چنده لوړه ده. طالبان در مورد گزارش یونما واکنش نشان داده و گفتند عاملان اصلی تلفات افراد ملکی نیروهای افغان و خارجی اند. ملل متحد در حال سال 2019 میلادی را خونین ترین سال برای مردم ملکی در افغانستان می‌خواند که در جریان این سال در نتیجه حملات هوایی و شبانه نیروهای خاص و نیروهای خارجی نیز به مردم ملکی تلفات سنگین وارد گردیده است. برای خروج از بحران انتخابات اقدامات عملی می‌شود. نشست رهبران سیاسی به شمول رئیس جمهور پیشین در خانه گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر پیشرفت‌های اخیر پروسه صلح و بحران انتخاباتی بحث شده است. تیم صلح و عدالت اسلامی میگوید که اعلام نتایج بر تقلب استوار است و کشور را با بحران جدید روبرو کرده است که تکت‌های انتخاباتی و سیاسیون برای نجات کشور از تأثیرات این بحران اقدامات عملی می کنند. در همین حال تیم ثبات و همگرایی می گوید که نتایج انتخابات به هیچ طرف قابل قبول نیست و در نشست رهبران سیاسی در مورد اقدامات اخیر بحث و گفتگو شده است. به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی برخی سیاستون دیگر در خانه گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با انکشافات تازه در پروسه صلح و بحران ایجاد شده انتخاباتی بحث و گفتگو کرده اند. تکت انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی میگوید اعلام نتیجه انتخاباتی که بنابر تقلب است کشور را با بحران تازه مواجه نموده که برای تیم‌های پیشتاز انتخاباتی و سیاسون قابل قبول نیست و آنان برای بیرون رفت از بحران انتخاباتی اقدامات عملی را روی دست دارند. اعلان نتیجه انتخابات به شکل غیر قانونی و نتیجه که سراسر تقلب است، این کشور را به طرف یک بحران جدید سوق داده. بناهن احزاب سیاسی مطرح و تیمای انتخاباتی مطرح که این نتایج پر از تقلب قبول نمی کنند و رد می کنند و او را مردود می دانند، بناهن به خاطر نجات کشور از بحرانی که بوجود آمده اقدامات و گزینه های عملی را روی دست دارند و روی گزینه ها بحث شده، تشخیص شده، تعیین شده و گامای عملی را ما در روزهای نزدیک انشاءالله شاهد خواهد بودیم. سران سیاسی و تکتهای انتخاباتی در این مجلس بر ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیز تاکید کرده اند. تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید حکمت ثبات و همگرایی را به زودی اعلام خواهد کرد. در پنجشنبه پور از هم دریو رهبران و پخوانی ولسمشر
کرزی صاحب، حکمتیار صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله ناستا وکړه، او پرون بیا دا ناستا په یو لوی تعداد کې ترسره شو چې د اتو جهتونو مشرانو پکې حضور درلود، هم د سولې د پرمختګونو په اړه او هم د همدارنګه د ټاکنو د پایلو چې دا باطلې پایلې دي او هیڅ طرف د منلو وړ نه وي، او د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وشوې. تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې دا ناستې دوام وکړي او عملي اقدامات چې د ثبات او همپالنې د حکومت په اړه کېږي هغه به هم اعلان شي. رهبران سیاسی در حال پیرامون تشدید بحران انتخاباتی ابراز نگرانی میکنند که تکت ثبات و همگرایی از معرفی والیان جدید برای چند ولایت کشور خبر داده است. سو مهود برابر از با قیام ملی مردم کابل در برابر نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین و رژیم کمونیستی در افغانستان. مجاهدین پیشین میگویند که مردم کابل 40 سال پیش از امروز در برابر قشون سرخ پیشین و رژیم وقت کمونیستی قیام کردند و با حضور نیروهای شوروی سابق ابراز مخالفت نمودند که در این روز صدهای اعتراض کننده از سوی نیروهای شوروی پیشین و رژیم وقت کشته شدند. برخی از شاهدان عینی سوم مهود در شهر کابل میگویند که قیام مردم کابل تنها در کابل محدود باقی نماند و به ولایت‌های دیگر نیز گسترش یافت و این قیام آغاز جهاد افغان‌ها در برابر اتحاد جماهیر شوروی پیشین گردید. از سوی هم در برخی از مساجد شهر کابل از مردم خواسته شده است تا برای تازه کردن خاطرات از سوم مهود بر فراز بام‌هایشان نعره‌های الله اکبر را سر بدهند. تاریخ سوم ماه هود برابر است با روز قیام مردم کابل در برابر رژیم کمونیستی. دقیقاً 40 سال پیش به تاریخ سوم ماه هود سال 1358 باشندگان کابل در برابر رژیم حاکم وقت و نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق قیام ملی کردند. باشندگان کابل و شاهدان عینی این قیام میگند شهریان کابل با نعره های الله اکبر در برابر رژیم وقت قیام ملی را آغاز کردند. این خیزش به گونه گسترده استقبال شد و به یک قیام بزرگ ملی مبدل گردید. و نتیجه دیگه که سنگرداران مجاهد در سنگر که در قدم اول خلقی ها و پرچمی ها می گفتند که مردم اطراف بی سواد هستند و فام هستند یا فریب اجنبی ها را خوردن، اشرار هستند و به سلام مزدورای چین و کجا و کجا هستند، ولی او مبارک هایی که در سنگر بودند که در قلب دشمن در کابل مردم با ما هستند. این سنگر قوی نتیجه است این قیام بر از اونا نفرستند و مردم ها دوباره به صلاح جان دیگه و نیروی دیگه گرفتند. و در عین زمان بالاتر از همه این نتایج که کل مردم با یک نعره الله اکبر نفرین و انزجار خود از اشغال. باشندگان شهر کابل و شاهدان عینی خیزش سوم مهود میگند هنگام این قیام صدها افغان مفقود شدند. آنان میگند حکومت وقت از تشدد در برابر خیزش کنندگان استفاده کرد و به صدها تن تلفات وارد کرد. شاگرد خودم هم گگم شد خان، به نام خان یاد میشد، خان شست کرد که میگفتن نده که بود و اونمو گگم شد دوباره گم از دیگه مرده زنده شد دوباره گم. مردم دسته بود الله اکبر گفته کلش در بوم بود در جای بر آمدن. خودم در جاده بودم که مردم بسیار ظلم دید، کودتا کردن، مردم خیستن، مگم کشته شد دیگه شد. این کلش نتایج است برو کسایی که صاحب عقل باشه و صاحب خرد باشه از این انتباه بگیره ملت خوده و مردم خود را، خصوصا رژیم ما که ما پیشنهاد میکنیم که نباید آواز مردم خفه ساخت، او را با نیروهای خارجی و با بمباردمان و با کشتار قتل به اصطلاح منظم یا غیر منظم یا به اصطلاح هر نام را که سرش میمانند. اکنون که از این قیام 40 سال سپری میشود، این خیزش مردم بر ضد قشون سرخ سرآغاز قیام عمومی همه ملت افغان خوانده میشود. مجاهدین پیشین میگند خیزش مردم کابل که سپس به قیام بزرگ ملی مبدل شد سرآغاز سرنگون کردن شوروی سابق و رژیم کمونیستی بود. مردم کابل در سه هود در برابر استبداد و تجاوز اتحاد جماهیر شوروی و همچنان در برابر رژیم کمونیستی با سر دادن صداهای الله اکبر
اعتراض خود و مخالفت خود با حضور قوای نظامی اتحاد شوروی در افغانستان اعلان کردن و ابراز کردن و نتیجه قیام سی اهود ای بود که رژیم کمونیستی وقت در برابر مردم درمانده شد، عاجز شد و همچنان اتحاد جماهیر شوروی که با قوای خود به افغانستان تجاوز کرده بود در حقیقت در برابر اراده مستحکم مردم افغانستان خصوصا شهریان کابل شکست خورد. هرچند قیام کابل تا چند روز محدود دوام کرد، ولی همین قیام سبب شد که بیشتر افغان ها در برابر تجاوز شوروی سابق بر افغانستان قیام کنند که سرانجام سبب سرنگون شدن اتحاد شوروی سابق شد. ثبت واقعات ویروس کرونا در ایران نگرانی ها را در افغانستان بیشتر ساخته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که ثبت واقعات مثبت ویروس کرونا در ایران و هلاکت 4 تن در نتیجه آن آنان را نیز نگران کرده است. مسئولان میگویند که برای جلوگیری از شیوع این ویروس آمادگی گرفتند، اما میافزایند که رفت آمد بیشتر افغان ها به ایران نگران کننده است. در همین حال باشندگان کابل از حکومت خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از این ویروس هستند و میافزایند که هر افغان باید بدون ماسک از خانه اش بیرون نشود. خبرهای جهان تا لحظات دیگر. با چند خبر از جهان خوش آمدید. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایران نشان می‌دهد که نامزدان نزدیک به آیت الله علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران ایران بیشترین آرا را به دست آوردند. آژانس خبری رویترز که انتخابات ایران را از نزدیک نظارت می‌کند، نگاشته است که ممکن 83 نامزد تندرو و نزدیک به سپاه پاسداران ایران در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک ایران به پارلمان راه یابند. برای 290 کرسی پارلمان ایران 7148 تن نامزدند. این در حال است که شورای نگهبانان نامزدی در حدود 7000 دیگر را بنابر ملحوظات مختلف فسخ کرده بود. نتایج نهایی این انتخابات روز دوشنبه اعلام می شود. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم کردید. تا ساعت خبری دیگر، خدا نگهدار.